دکتر چی گذشته. میگفت ایشون این دکتره از این دکتر معروفی بوده که یه عالمه مریض داشته و همه میشناختنش و اینا، ما هم فکر میکردیم که اوکی دیگه میریم اونجا و دیگه هم باید کلی هزینه کنیم و هم این که سری مثلا دو دقیقه ما رو ببینه و بیه. میگه ما رفتیم اونجا، مطبش که خیلی شلوغ بود و اینکه چند نفر اونجا بودن مسئول پذیرایی بودن. خب میگه مثلا انواع نوشیدنی و نمیدونم شیرینی و کیک و همه چی اونجا مهیا بود، تموم که میشد سری دوباره میووردن جایگزینشو، یعنی دوباره مثلا شارژش میکردن. اینجاش خیلی برام قشنگ بود. میگفت یه صندوق داشت با یه کارت خان، هر کی دوست داشت میرفت کارت میکشید، هر کی دوست داشت میرفت پول مینداخت، یا مثلا پول نقد داشته پول مینداخته توی صندوقه. خیلی برام جالبه که یه آدمی هدفش دیگه پول نیست، هدفش دیگه مادیات نیست، هدفش اینه که به مردم کمک کنه. و ببین چقدر مردم و چقدر مریضاش دوستش دارن و چقدر حس خوبی میده این کار. ببین من همیشه اینو بهتون گفتم، معنویات، کار خوب کردن، کار خیر کردن، و اینو من نمیگم و تقریبا میشه گفت همه روانشناس موفقیت اینو میگن، میگن چیزی که تو رو تو بازی نگه میداره پول نیست. تو به پول میرسی، پولدار میشی، به اون سقف درآمدی که مد نظرته میرسی، بعد دیگه انگیزه برای بیشتر کار کردن نداری. ولی اگه حس خوب تو از کار معنوی بگیری همیشه تو بازی میمونی. حالا من کاری ندارم آقا، این دلایلی که مینویسی به اینا میگن اهداف بلند مدت تو. اهداف بلند مدتت که مینویسی، میرو اهداف میان مدتت. یه نفر مثلا میخواد ورزشکار بشه در حد المپیک، میگه هدف میان مدت من اینه که فعلا مثلا توی مسابقات استانی مدال طلا بگیرم. بعدش میشه هدف میان مدتش میشه مثلا توی مسابقات کشوری مدال طلا بگیرم، بعدش میشه تو انتخابی تیم ملی قبول بشم، بعدش میشه وارد المپیک بشم و بعدش توی المپیک مدال بگیرم. درسته؟ اهداف میان مدت تو مینویسی، بعد بیا اهداف کوتاه مدت تو بنویسی. حالا اهداف میان مدت، فعلا کوتاه نمیگم، و میان مدت برای داوطلب کنکوری معمولا کنکوره. نقطه عطف تو از اینجا تا رسیدن به اون سقف آرزوات فعلا این کنکور است دیگه. بزرگترین مسئولیت تو فعلا کنکور است. میگه من از شر این کنکور خلاص بشم، کنکور رو به بهترین شکل ممکن ازش عبور کنم، بعدش تو مسیر بهتری میفتم. نه اینکه آسون میشه ها، نه، تو اگه بخوای مثلا یه پزشک معمولی بشی، اگه بخوای یه معلم معمولی بشی، مثلا بهت میگم توی مدرسه‌تون از توی معلمات چند تاشون رو دوست داری که بگی آخ چون برم سر کلاس این، ها، اون معلمه بشی که دانش آموزت بگه آخ چون برم سر کلاسش. اگه میخوای اون بشی بازم کار سختی. اگه میخوای یه معلمی بشی که فقط بری سر کلاس تو برگردی و یه درآمد ماهانه‌ای داشته باشی و دانش آموزان ازت بیزار باشن، که نه، کار آسونیه. ولی اگه میخوای دوباره جزء بهترین رو بشی، اون طرف هم کار آسونی نیست. باید همشه آپدیت باشی، باید مطالعه کنی و لذت بخش باید باشه کار برات که بتونی این کار انجام بدی. خب میان مدتتون رو فرض بریم میذاریم میشه کنکور. اهداف کوتاه مدت میشه چی؟ میشه برنامه هفتگی. برنامه هفتگیت دوباره مثلا بخوایم خوردش کنیم میشه روزانه، دوباره بخوایم خوردش کنیم میشه مثلا صبح تا ظهرت، یا مثلا ظهر تا عصرت، یا عصر تا شبت. آقا من اگه برنامه صبح تا ظهرمو انجام بدم، تفکرت نباید این باشه که من اینو بخونم وظیفه‌مو انجام میدم. من برای چی باید این کارو انجام بدم؟ همیشه بهت گفتم از منم بپرس آقا من برای چی باید صبح ساعت 6 صبح خواب بیدار شم، 7 صبح خواب بیدار شم؟ من برای چی باید این کار رو خوب انجام بدم؟ خوب انجام دادن این برنامه صبح تا ظهر من باعث میشه که من بتونم اینو انجام بدم، باعث میشه من به این برسم، باعث میشه من به این برسم، باعث میشه من به این چیزی که اینجا میخوام برسم. پس قوله چراغ جادو درون خودته، اون قدرت و توانایی رو داری که میتونی این تفکر رو داشته باشی دیگه. نمیدونم چه تفکری داری، نمیدونم به چی داری فکر میکنی، نمیدونم واقعا هدف و رویات چیه. فقط من یه چیزی رو با تمام وجودم میدونم،
به تمام مقدسات عالم، به هر چی که میپرستی، به هر چیزی که اعتقاد داری، اینو با تمام وجودم دارم بهتون میگم. اون چیزی که بهش